سلام عرض میکنم خدمت همه دنبال کنندگان عزیز، دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سر حال باشید و مثل همیشه پر امید. مهدی هستم، ادمین کانال، با یه برنامه و محتوای جدید دیگه در خدمت همه شما هستیم. همونطوری که میدونید چند روزی هست که اولین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی ابوالحسن بنی صدر فوت کرد و به رحمت خدا رفته. فارغ از این که ایشون رو دوست داشته باشیم یا از ایشون متنفر باشیم، بخوایم در مدح و ثنای ایشون صحبت بکنیم یا نقد حتی تند و تیز به ایشون داشته باشیم، باید این رو فراموش نکنیم که اولا ایشون فعلا که دستش از دنیا کوتاه هست و فرصت و مجالی دیگر نداره برای پاسخگویی. این یک مطلب، و مطلب دیگر هم این که حتما انصاف رو رعایت بکنیم و در نقد هامون به چه و اون سمت کارشناسی رو رعایت بکنیم و از روی حب و بغض صحبت نکنیم. در این چند روزه در کلاب هاوس اتاقهای متعددی برگزار شد در مورد بنی صدر، در مورد کسانی که حالا یا وابسته به جناح اصولگرا و انقلابی بودن، اصلاح طلب بودن، جزو نیروهای اپوزیسیون و برانداز بودن، هر کدوم از منظر خودشون سلوک طولانی سیاسی بنی صدر رو بررسی کردن، نقد کردن، تعریف کردن، ناراحت شدن، بعضیاشون خوشحال بودن از اینکه فوت کرد و اینها. یکی از این اتاقهایی که برگزار شد آی صادق زیبا کلام حضور داشت، خیلی از روزنامه نگاران داخلی و خارجی هم حضور داشتن، از فکر میکنم اسم اتاق فراموش کردم، معذرت میخوام، حتی اون زیاد مهم نیست، ولی به هر حال در این اتاق مسعود دهنمکی هم حضور داشت. همونطوری که مسعود دهنمکی چند تا برنامه ازش ساختیم، میدونید که چه روحیه‌ای داره و من همونطوری که بارها گفتم، با اینکه در ظاهر چماق رو زمین گذاشته و دوربین رو در دست گرفته، اما در قلبش هنوز همون چماغدار هست. چرا؟ چون که در بحث‌ها سریعا حالت تهاجمی میگیره، سریعا به دیگران برچسب میزنه و سعی میکنه که در یک بحث منطقی به حریم خصوصی دیگران پا بذاره و دیگران رو لجمال کنه. در همین جا هم مسعود دهنمکی در بحثی که حالا اساسا هم ارتباط چندانی نداشت به اون صحبتی که مجری مطرح میکرد، در مورد بنی صدر و جاسوسی بنی صدر با تکیه بر اسناد سفارت اشغال شده آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام اشاره کرد و ادعا داشت که ایشون جاسوس CIA بوده. آقای زیبا کلام و دیگران هم باهاش بحث‌های خیلی جالبی کردن. من دیروز با خودم فکر کردم که خیلی جالب میشه که هم بحث‌های اینها رو بذارم و هم بر سیاق ویدیوهای گذشته بتونم یه تحقیقی حالا در حد یکی دو روز که فرصت دارم انجام بدم و در این تحقیق راستی آزمایی بکنم گفته های هر دو طرف رو. مطالب خوبی جمع کردم، آماده کردم و فکر بکنم کاملا روشن میکنه که حق با کی هست، فارغ از اینکه ما الان در این بس بخوایم جبهه گیری بکنیم و بگیم که مثلا دهنمکی آدم بدیه، مثلا زیبا کلام اینا درست میگن، و فقط از منظر یه شخص بیطرف از الان شروع میکنیم و میریم جلو و ببینیم که کدوم یکی از اینها درست میگن. بریم اول از همه ببینیم در اتاق چه اتفاقی افتاده. من یه تیک اتاقو میذارم براتون و اصلا دخالت نمیکنم تا انتهای اتاق، فکر میکنم حدود 20 دقیقه است. با هم اینو گوش میکنیم و بعد برمیگردیم میریم سراغ راستی آزمایی. من گفتم چون تا آیه زاهد یا آیه عطیان فر هستم، من این نکته رو بگم. خب دوستان در خصوص اسناد لانه جاسوسی، شما میدونید که به حال در مورد خیلی از شخصیت های حقیقی اون موقع اسناد به دست اومد، حالا بعضیش گزارش بوده، شرح جلسه، صورت جلسه دیدار بوده، مثلا شهید بهشتی از مأموریت داشته که در خصوص بحث بیطرفی ارتش و غیره در مورد انقلاب مذاکره‌ای داشته باشه، اما در خصوص مثلا آیه عباس امیر انتظام و
بنی صدر یه اختلاف شدید ایجاد میشه که به هر حال این که چرا مثلا اسناد مربوط به عباس امین انتظام منتشر میشه ولی دوستان اجازه نمیدن که در خصوص بنی صدر مطلبی منتشر بشه، در حالی که طبق اسناد خود لانه ایشون کد داشته، یعنی غیر از بحث به معروف صورت جلسه دیدار یا غیره بوده، کد داشته و جز تقریبا تو تور سرویس ها بوده، از فرانسه هم این ارتباط شروع شده بوده و تا اینجا هم ادامه داشته، یعنی به نوعی حتی مبالغی که رد و بدل شده اینا همه آقای توی نمکی اونا رو من بحث خوندم، اسناد بوده. اونا رو من خوندم دوست گرامی، اینجوری نیست. ببینید اولا اسناد آقای بهشتی رو منتشر نکردن دانشجوها، اسناد دکتر یزدی رو منتشر نکردن اگر خدمتتون حاضر باشن. آقای بنی صدر اون در مورد یک آدمی یزدی که این اتهام نبوده، نه کد داشته نه چیزی، نه در مورد شهید بهشتی هم اینجوری نبوده، دکتر یزدی هم نبوده، کمان که در مورد بعضی آدم های دیگه هم نبوده. خب من اونا که شما بحث میگید نه، اونا که اون میگید بحث اومدن این در مورد منتشر شخص شده. بنی صدر، ولی کد داشته ایشون، کد شناسایی داشته توی خود سند لانه این مشخص هستش. نه شما اگه بخونید، من از اتفاقا از دکتر ببینید این بوده که در پیشنهاد شده بوده در مثلا مقاله بنویسن یه پولی بهشون داده بشه، درسته؟ ممکنه حالا مقاله نوشتن پولی داده باشن. اتفاقا من از دکتر یزدی پرسیدم، گفت ممکنه آقای بنی صدر کاهلی کرده. گفت به منم اومدن گفتن شما بیا توی مثلا نیویورک تایمز بنویس، ما مثلا 2000 دلار به شما پول میدیم. میگفت دکتر یزدی چون میدونست، گفت من بهشون گفتم آقا تو نیویورک تایمز مقالهش 2000 دلار نیست، مثلا 300 دلار، شما چی میخوام 2000 دلار بدید؟ ببین چی میگم، من نکردم. گفت احتمالاً هم چیزی بوده، ولی اینی که در مقابل این اتهامی که شما میزنید خیلی سنگین های دلمه، که اینکه ایشون در مقام این در موقعیتی اطلاعات کشور رو بده بابتش پول بگیره، یه کمی خود دانشجو هم همچه ادعایی نکردن. شما مطلب خود دانشجو بنای اختلافشون هستش و اونجا اختلاف شدید پیش میاد در سندهاش هست دارن کتاب اسناد، بله هست، چون سندش هست دارم به شما میگم، نام نام مخفف و کد داشته و غیر از بحث پول و مقاله بوده. یعنی من جریان پول و مقاله هستم که کسای مختلف قرار بود اونور می نوشتن یا قرار بود بنویسن، و یکی از موارد اختلافی بین دانشجویان این هستش که چرا سند عباس امین انتظام باید منتشر بشه ولی مال بنی صدر نباید منتشر بشه. این دیگه شهید بهشتی هم به اندازه کافی دشمن داشته که حتی تو لانه راش نمیدن، متوجه؟ من میگم اگر مورد قرار تاپیک در مورد آقای بنی صدر هستش، به نظرم از بچه خود لانه دعوت کنید همین هم شفاف در مورد صحبت کنید. من چون اینا برام مهم بود رفتم دنبالش. ببینید شما، من اتفاقا پرسیدم ملاقات امیر انتظامو، چون رفتار بعدیش نمیخوره، یعنی آدمی که برای پول شما آقای امیر انتظام خب وضعش خیلی خوب بوده دیگه، کمپانی داشته، اصلا تو کار سیاست هم بوده، وضعش هم خیلی خوب بوده، اتفاقی آقای بازرگان میمینه، بعد یه دو هفته بعدش میدن مترجم میشه تو سفارت آمریکا سال 57، بعدم خب ادامه میده. و این خب آقای امیر انتظام فرض کن برای پول این کارو کرده، بعد بر رفتار بعدیش نمیخونه، یعنی آدمی که برای پول اومده. من امیر انتظام نگفتم، من عباس امیر انتظام نگفتم پول بوده، ایشون هم بنی صدر هم نمیگم پول بوده اصلا، من بحث کد داشتن رو میگم. سفارت اجازه بده کد داشتن به وقتی یه نفر به طور رسمی در اختیار سرویس قرار میگیره براش کد در نظر میگیرن، یعنی ارتباط متداومه. الزاما اینجوری نیست، ممکنه تو سند نخوان بگن که مثلا ما چی هست یا کی هست کد بذارن، الزاما به معنی اینی که طرف تو پیرولشون باشه نیست. آقای چیز یکم شما اون... خب اون سندا رو بخونید، هیچ کدوم اون سندا رو ببین، آقای بنی آقای امیر انتظام هم اون چیزی که من شنیدم، یکی از این گروگان ها که مسئول رمز سفارت بوده ظاهرا بهش قول وعده میدن که بتونی با نامزدت صحبت کنی، یه سری رمزا رو میگه این مثلا این رمزه اینه، مثلا درسته، مثلا این رمزه اینه، مثلا از جمله اسم آقای امیر انتظام میگه و اینا، مثلا گفته بوده این تو سندها این رمزا یعنی این کدا رو مثلا اینجوری که بذارن مثلا با نامزدش صحبت کنه و تماس بگیره از این برنامه، که بعدن هم اون یارو رفت آمریکا اینو ظاهرا توبیخش کردن. ولی در مورد آقای بنی صدر من نمیدونم، دانشجوهای اصلی که مسئولیت داشتن تو سفارت هیچ کدومشون همچه آقای میردامادی، آقای سیف اللهی، اینا 4-5 تای اصلی هیچ کدوم هم چه ادعایی در مورد آقای بنی صدر نداشتن.
ولی پیشنهاد خوبیه که یک روز اگه به 13 آبان گذاشتید برنامه رو منم اسنادشون میارم که در مورد اون اگر 13 آبان حالا یعنی دقیقاً خصوصی تر در موردش حرف بزنیم آره خیلی خوبه ولی آقای مهاجر من عذرخواهی میکنم ممکنه این حالا من دارم نگاه میکنم 3700 خورده این نفر اینجا هستن ممکنه تو اون اتاق نباشن و چیزی که آقای دهنمکی میگه بسیار بسیار موضوع مهمیه از این جهت که وقتی ایشون اشاره میکنه وقتی میاد میگه که گزینشی منتشر شده خب وقتی اونها در این سطح گزینشی یکیو منتشر میکنن یکیو البته خانم قاضی این فقط صحبت های دهنمکی نیست اینو خیلی ها نه من اصلا آقای مهاجر در مورد همین نقطه تو بحث همین بحثی که اینجا شنیدیم میگم وگرنه خیلی خیلی فراتر این چیزا من میگم وقتی خود ایشون از آن دارن که گزینشی منتشر شده یکیو منتشر کردن یکیو نکردن من دست میذارم اونجا که میگم که تو کیفیت اون چیزی هم که گزینشی منتشر شده باید شک کرد به خصوص در مورد آقای امیر انتظام و خیلی های دیگه مطرح بودن خود همین آقایونی که همون موقع نقش داشتن بارها و بارها من خودم مصاحبه کردم بارها و بارها روزنامه‌نگاران دیگه خوشبختانه برخیشون کسایی هستن که هم با داخل هم با خارج از ایران مصاحبه میکنن برخی فقط با داخل میکنن یعنی همه اینا هست و آقای دهنمکی وقتی تصمیم میگیرن یعنی این که گزینشی منتشر بکنن یعنی تصمیم سیاسیه و این تصمیم سیاسی میتونه بست پیدا بکنه در این که تو کیفیت چیزی که منتشر میکنن هم تأثیر بذاره و فقط یه چیزی اشاره میکنم در مورد چیزی که در مورد آقای امیر انتظام منتشر کردن و حرفم رو تموم میکنم به عنوان سند علیه ایشون این که ایشون جاسوس بوده منی که الان خارج از ایران زندگی میکنم وقتی یه ایمیلی به کسی میزنم اولشون دیه رو مینویسم اون دیر اون معنی که اون موقع اونا ازش برداشت کردن و جاسوسش خوندن نیست و کلن این یه چیز عرفه فکر کنم شاید آقای نامور حقیقی اینجا بهتر بتونه اینو توضیح بده و شاهدی بر این قضیه باشه یعنی میخوام بگم که وقتی شما اذعان دارید که در این سطح که گزینشی رفتار کردن تو انتشار علیه کسی و این عدم انتشار علیه کسی پس تو کیفیتش همین گزینش رو کردن و این موضوع بسیار مهمیه و امیدوارم حتما اتاق بذارید آقای مهاجر دکتر جانم در خدمت محمد رضا جان ببینید شما حتما این کارو بکنید ولی یک سطر نمیگم یک برگ یک سطر پیدا نشده که عباس امیر انتظام جاسوسی میکرد. دقیقاً آقای زیبا کلام دمتون گرم. و اینجوری که آقای دهنمکی ناجوانمردانه صحبت میکنن که دانشجوها تصمیم گرفتن جاسوسیه یه در لو بدن ولی یه عده دیگر لو ندن این 2000-3000 نفر 3000-4000 نفری که اینجا دارن گوش میدن میگن عجب پس عباس امیر انتظام جاسوسی کرده بوده ولی مال دکتر یزدی و مال بهشتی و مال زیبا کرام و مال رفقای خودشونو منتشر نکردن آقای دکتر زیبا کلام جسارتن اصلا همین حرف ایشون نقیض همون منطقشون هست اصلا خانم یعنی رفتار که... سیاسی کردن یعنی کیفیت اون چیزی هم که منتشر کردن توش رفتار سیاسی کردن حتی تو همونی هم که منتشر کردن چون من سالها کار کردم یه مقدار آقای زیبا کلام خودتون رو کنترل کنید کسایی که این کار رو کردن رفقای اصلاح طلب شما بودن آقای خوئینی بله آره اونا این کار رو کردن اونا از دیوار بالا رفتن اونا منتشر کردن اما در خصوص اجازه بده شما دوستان و خودتون همیشه این کار رو کردن بعد ازشون فرار میکنید موقعی که باید جواب گوشید اتفاقا ما باید بگیم آقای زیبا کلام چرا گزینشی منتشر کردی چون شما با اینا رفیقی چون شما تو باند اینا هستی چه ناجوانمردانه اونایی که این کار رو کردن که یه روز این کارا رو کردن یه روز جست روشن فکری میگیرن این حرفا رو یه جوری میذارین 3000 نفر بله این 3000 نفر خیلیشون سنشون اختزار نمیده حرفای خود شما رو حرفای مصاحبه های خود شما رو مصاحبه های اول انقلاب خود شما رو
مصاحبه های خود اول انقلاب خود شما رو کسی بیاره الان جلوتون بخونه، شما میگی این حرف های چماقداراست. اون حرف های شما هزینه ها رو برای کشور داشت. خیلی از حرف الان که چوب تغییر نمیکنن، انسان ها در بله، شما تغییر میکنن. سنگ و چوب مطالعاتونو قبل میکردید، بعد بکش مطالعاتونو بعد میکردید، بعد میرفتید لانه جاسوسی اشغال میکردید، بعد تصمیم میگیرید کدوم سند رو منتشر کنید کدوم سند رو منتشر نکنید. همچین میگی ناجوان مردانه، انگار من سند منتشر کردم، رفقای شما منتشر کردن. سندی وجود نداره در خصوص. ببینید تاپیک الان در مورد آقای بنی صدر بود. آره دعوت کردید بیاین. یه نفر گفت من سوال کردم، گفتم دوستان اصلاح طلبی که لانه جاسوسی رو گرفتید، دوستان اصلاح طلبی که تصمیم گرفتید بعضی از اسناد منتشر بشه بعضی اسناد منتشر نشه، حالا باید جواب بدید آیا بنی صدر جزء اسناد بوده یا نبوده؟ من دارم از شما سوال میکنم. اصلا اینجا قاضی و متهم شما یکی هستید، یعنی من دارم از شما چرا سری توپو میندازید تو زمین من؟ شما دوستان شما گرفتن لانه رو، سندا هم دست شما بوده. من میگم چرا در مورد امیر عباس امین نظام این حرفا رو زدید، در مورد بنی صدر نزدید؟ حالا آقای بنی صدر، آقای زیبا کلام، شما متهم این قصه هستید. آره. حالا در مورد عباس امین نظام، در مورد عباس امین نظام یه تاپیک بذارید جداگونه در موردش حرف میزنیم. در مورد خیلی مسائل دیگه هم هست حرف بزنیم. همیشه پای یکی از شما در وسط بوده جریان اصلاح طلبا. اگه بخوای اینجوری حرف بزنیم غیر منطقی مثل شما همینه دیگه. همچی میگه آقای دهنامگی ناجوان مردانه، من کتاب نوشتم. از امام هم اصلاح طلب بودن چون ایشون یه لحظه اجازه بدین خانم مادرشه یه لحظه اجازه بدید بخوایم. کد داشتن جسارتا من راجع به اسناد لانه جاسوسی با اینکه کتاب‌هاشو خوندم ولی متخصص و کارشناس نیستم، ولی کد داشتن در سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی یک امر مرسومیه. قبل از تشکیل ساواک حتی شهربانی کل کشور ایران که مأمور پیگیری مبارزات ضد شاهنشاهی بود، برای علمای ما که من پرونده چند نفرشون رو چند مجلد پرونده های شهربانی و ساواکشون رو خوندم و بر اساس اونا کتاب نوشتم، دیدم که بر اساس کد می نوشتن که مثلا آیت الله قاضی طباطبایی اینجوری، آیت الله مدنی اینجوری، آیت الله حائری اینجوری، دیگه اسم نمی آوردن، فقط با کد به اصطلاح اینها رو در مکاتباتشون یاد می کردن. و بعضا هم بحث مبالغ هم حتی در اون اسناد بوده که مثلا به فلان جا پیشنهاد کنیم که فلان سنف پولی جمع کنن به فلان کس، به فلان عالم ربانی بدن که دهه فلان فلان منبرها رو بره. با اینها استناد کردم و کسی رو به جایی متهم کردم، فکر میکنم یه مقدار مخصوصا کسی که دستش از این دنیا بریده باشه درست نباشه. این که نمیدونم مرحوم شد رفت و فلان، ما داریم تاریخ رو بررسی میکنیم، بحث شخصی با کسی که نداریم که. من به عنوان کسی که اومد اینجا شاید بتونه ساز مخالف بزنه، شما این میگید اینجوری اینجوری، ها گفتم در خصوص اسناد لانه این هست. الان هم میگم غیر از بحث 13 آبان که خود دوستان مثلا اشغال کننده لانه جاسوسی با جوابگو این مسئله باشن که آیا این سند بوده اینا، که گرچه من باهاشون مصاحبه کردم، تو کتاب هست، تو کتابم هست و به هر حال تو برنامه تلویزیونی اومدن حرف زدن. خب کولیوازی مسعود دهنمکی دیدید دیگه، من همونطوری که عرض کردم اون کسایی که حالا دنبال میکنن مخصوصا اتاقی کلاپاس رو، اولین بار نیستش که با این نحوه برخورد مسعود دهنمکی روبرو میشن و تجربه هم دارن دیگه. راجع به اون بحثی هم نمیکنم که واقعا یه چرک اینجور بحث کردن ها در مورد یه شخص چرکی مثل مسعود دهنمکی. من حقیقتش در نت اسناد وجود داره در این موضوع به اندازه کافی، خب ولی بیشتر این اسناد رو از نظر مسعود دهنمکی کسانی الان منتشر کردن یا کسانی تحلیل کردن که اینها الان جزء طبقه منتقد یا اصلاح طرف هستن و حرف و حدیث میارن بعضی ها. اگر من میخواستم فکر کردم به خودم که میخواستم اونا رو فقط بیارم. در این گشت و گذاری که میکردم یه مستندی دیدم به نام نیمه شب 24 آوریل به تهیه و تولید یک کارگردان جوان به نام جواد موگویی. این جواد موگویی همون کسیه که ویدیوش در اومد
با اون خبرنگار افغان و اون رفتار زشت رو انجام داده بود. البته ایشون مشکوک هستش که حالا اونجوری که میگن جزو بازجو خبرنگاران هستش و اتفاقا هم خیلی هم خوب شد که جزو این دسته هسته، چون که من میخوام بیشتر راستی آزمایی ها رو از مستندی که این آقای جواد موگویه انجام داده از روی این بیارم. اولا فارغ از اینکه در این مستند خودش تعیین میکنه که بنی صدر رو جاسوس نشون بده، اما مصاحبه های بسیار خوبی با کسانی انجام میده که جزو طیف همین مسعود دهنمکی هستن و در اون تاریخ که بنی صدر مسئولیت داشته و این اتفاق افتاده جز مسئولین ارشد بودن و به هر حال دستی بر آتش داشتن. با اونها هم مصاحبه کرده و چون که با اونها مصاحبه کرده دیگه حرف و حدیثی نمیمونه سرش که مثلا حالا یه دی بیان بگن که یک طرفه به قاضی رفتم. من روی این حساب من از مستند آقای جواد موگویی مدد میگیرم و اول این رو نشون میدیم. حالا در هر اپیزود که نمیشه گفت، ولی در جاهایی هم که احتیاج به توضیح داشته باشه من دخالت میکنم، یه توضیح کوچولو بهتون میدم و میریم جلو که ببینیم به کجا میرسیم. اول از همه بریم ببینیم اصلا کل این ماجرا چی بوده که مسعود دهنمکی به بنی صدر اتهام جاسوسی زده و در مورد این مستند هم صحبت کنم. این مستند در مورد حمله، حالا به نوعی حمله تبس معروف شده یا عملیات چشم عقاب، یا نه ببخشید عملیات پنجه عقاب که آمریکایی‌ها روش گذاشته بودن برای آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در سفارت اشغال شده‌شون در تهران، در مورد اینه. اما بررسی می‌کنه همین موضوع جاسوسی، حتی اتهام جاسوسی مرحوم بنی صدر رو. اول میریم با هم دیگه کلیات این ماجرا رو طبق این مستند با هم یه گوش میکنیم، میریم جلو تا من به توضیحات رو بهتون بدم. بریم گوش کنیم. با تسخیر لانه جاسوسی اسناد بسیاری از سفارت آمریکا به دست آمد. دانشجویان روز اول موفق شدند گاف صندوق تام آهرن رئیس ایستگاه سیا را در تهران باز کنند. هیچ کس فکر نمی کرد در این جعبه اسرار چه چیزهایی است. معصومه ابتکار در خاطراتش می نویسد: یکی از این اسناد درباره فردی بود که سازمان سیا از او به عنوان استی لوروان نامی برد. در دی ماه 1358 در گاف صندوق اتاق رئیس پایگاه سیا در تهران 7 سند درباره این فرد پیدا کردیم. در این سند شماره تلفن او و این نکته که برای اولین بار با وی در پاریس تماس گرفته شود ذکر شده بود. با کنترل این شماره متوجه شدیم متعلق به منزل جناب بنی صدر است که به زودی به ریاست جمهوری ایران برگزیده می شد. بلافاصله پس از افشای اسناد، تام آهرن رئیس پایگاه سیا در سفارت توسط حسین شیخ الاسلام یکی از دانشجویان پیرو خط امام بازجویی می شود. تام آهرن می توانست اطلاعات مهمی از این اسناد بدهد و معمای نیمه شب 24 آوریل را حل کند. آهرن خیلی سرسخت بود. یه استاد فلسفه بود، پروفسور بود. جالب هم هستش که 18 سال فقط در ویتنام آدم کشی کرده بود، مأمور سیایه بود در اونجا و از عناصر کمتر شناخته شده یه و خیلی کار کشته و ورزیده. حدود 60 سال سن داشت، بیش از 60 سال سن داشت. یه همچین آدمی رو کردن رئیس ایستگاه تهران. آهم که اول هیچ حرف نمیزد. از تمام گروگان ها هم این رو به شما بگم مقاومتر آهم. میگفتش که در وقتی هست امام تشریف آوردن پاریس به این نتیجه رسید و کل امریکا که ما در کنار ایشون هیچ منبعی نداریم. ایشون احتمالا میره به ایران و قدرتمند میشه و خیلی صحیح هستش که ما کنار ایشون منبع داشته باشیم. میگه که ما تمام اطرافیان امام رو که میشناختیم و دور حضرت امام بودن بررسی کردیم که هر کدوم جنسشون چیه. تو همه اینا به یکی از کسایی که رسیدیم آقای بنی صدر.
سیاه تصمیم میگیره که یکی از کمتر شناخته شده ترین پرسنل خودش، یکی از توان ترین کس بود پرسنل خودش رو تیه ترهی مأمور این کار. خب دوستان تا اینجا پس متوجه شدید داستان چیه؟ دانشجویان پیرو خط امام، حالا اونجا اون موقع به این نام شناخته می شدن، می ریزن تو سفارت، سفارت آمریکا، سفارت آمریکا رو با اون وضع وحشیانه اشغال می کنن، اعضای سفارت رو به گروگان می گیرن و اون گاف صندوقی که حالا مربوط به ادعا می کنن به سازمان CIA بوده اون قسمت هم باز می کنن و اسنادش که حالا به صورت رشته رشته هم شده بوده سر هم میکنن و این اسناد رو که قسمتش هم مربوط به بنی صد بوده رو استخراج میکنن و پیدا میکنن. خانم معصومه ابتکار، یکی از اون که معروف به خواهر میری هم میشناختنش در اون دوره، در این کتاب خاطراتش که گوش کردید اینطور مینویسه که یکی از اسناد لانه جاسوسی درباره فردی بود که سازمان سیاه از او با عنوان اسدی لوروان نام می برد. اسدی لوروان شما دیدید که می گفت کد داره، هی تکه می کرد مسئول دهنمکی روی کد، که در حالی که تو همه سازمان های جاسوسی و سرویس ها برای اینکه حفاظت بکنن از اون شخصی که دارن روش کار می کنن و این حفاظت هم به خاطر اون شخص نیست، به خاطر حفاظت از اطلاعات خودشونه، با کد نام می برن و این لزوما به این معنا نیستش که اون شخص عامل اون فلان سرویس عملیاتی اطلاعاتی باشه که داره رو اون شخص کار میکنه. اسدی لوروان پس چی شد؟ نام یا همون کد مرحوم بنی صدر بوده که در اینجا نام برده میشه. در دیماه 58 در گاف صندوق اتاق رئیس پایگاه سیا در تهران 7 سند درباره این فرد پیدا کردیم. در یک سند شماره تلفن او و این نکته که برای اولین بار با وی در پاریس تماس گرفته شده ذکر شده بود. با کنترل این شماره تلفن متوجه شدیم متعلق به منزل جناب بنی صدر است که به زودی به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد و در ادامه توضیحات دیگر رو میده. پس متوجه شدی که داستان چیه؟ بریم ادامه این مستند رو داشته باشیم و برگردیم. ویلیام فاستر برای این ماموریت انتخاب میشود. او چند ماه قبل از پیروزی انقلاب با نام رمز گای رادرسفورد تحت پوشش یک تاجر آمریکایی برای ارتباط با بنی صدر به نوفل لوشاتو می رود. این آقا تماس، اولین تماس رو با بنی صدر در اروپا، در اروپا در فرانسه می گیره، مشخصا در نوفل لوشاتو، و بعد این تماس ها هم در اروپا ادامه پیدا می کنه، بعد در ایران ادامه پیدا میکنه. به عنوان اون آدم تاجر میاد ایران و فکر میکنم که چندین تا تماس با ایران داره. در یکی از اسناد لانه جاسوسی درباره این دیدارها آمده است: از رئیس 48-19-71 به تهران با حق تقدم، اخطار جاسوسی بخش محدود اسدی لور. به اطلاع می رسانیم که راترفورد برای اولین بار در دی ماه 1357 در پاریس به اسدی لوروان نزدیک شد که در آن موقع نام برده در جمع اطرافیان خمینی فعالیت می کرد. راترفورد دو مرتبه با الوان ملاقات نمود. به نظر می رسد که راترفورد توانسته باشد زمینه یک ارتباط محرمانه بین خودش و او بچیند. راترفورد بدون اینکه جزئیات یا اسامی واقعی را ذکر کند به اسدی لوروان گفت که او یک تاجر آمریکایی است که مرکز تجاریش در اروپا است. ظاهرا الوان به قدر کافی مجذوب راترفورد شده بود. فاستر چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری با گذرنامه جعلی با نام گای رادرفورد دوباره به تهران آمد و برای دومین بار با بنی صدر در خانه اش ملاقات کرد، ملاقاتی مهم و حساس. قبلا که طرح دوستی ریخته بود گفته بود من در ایران سرمایه گذاری دارم، تو که اقتصاد خوب میفهمی و انقلاب هم میفهمی بیا به من کمک کن که من این سرمایه هم اونجا از بین نره و بتونم کار بکنم. آقای بنی صدر هم این تماس رو به این دلیل شروع میکنه، ولی میرسونش به اینجایی که اون میگه من بهش پول دادم، ازش هیچی نخواستم، نه مشاوره ای نه چیزی. فکر میکنم او فهمید که معنی این کار چیه.
یعنی به عنوان منبع استخدام میشد. من بنی صدر رو از جوونی در دانشکده حقوق میشناختم. بله دیگه، از سال 37-38 که در مبارزات جبهه ملی دوم که از سال 39 دوباره شروع شد، یه چند نفر ماها بودیم در دانشگاه. من نسبت به اون اسناد اظهار نظر نمی کنم، ولی من بنی صدر رو به عنوان انسان که خصوصیاتشو می دونم، از جوونی باهاش بودم، همینجور بودم، خائن نمی دونم، یا وابسته یا عضو نفوذی، هرچی اسمشو بذارید، هرگز اینجور. هیچ وقتم بنی صدر اینا رو رد نکرد. وقتی من گفتم، بارها گفتم، سیایی هم رد نکرد، سندش هم هستش، چاپ شد. اسناد ارتباط بنی صدر با سیا چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری کشف شده بود. انتشار این اسناد می توانست زمین بازی انتخابات را تغییر دهد، اما یک نفر در سفارت با انتشار این اسناد مخالف است. این دانشجویانی که رفتن تو سفارت آمریکا اسناد گرفتن، تمامش رو آقای موسوی خمینی ها قبل از انتشار در اختیار می گیره و به هیچ عنوان اجازه نمیده اونایی که مربوط به بنی صدر منتشر بشه. این یه چیزی که بر خود منم واقعا مونده، چرا ایشون این کاری کرد؟ در حالی که در مورد بعضی های دیگه منتشر شد، مثلا در مورد مقدم مراقعی منتشر شد اسنادش، در مورد عباس امیرانسا منتشر شد، ولی در مورد بنی صدر نذاشت منتشر شد. و همین این تأثیر گذاشت در رأی آوردنش. اگه اون اسناد منتشر میشد، قطعا مردم به یه عامل آمریکایی که رأی نمیدادن. خب دوستان، تا به اینجای کار ما متوجه شدیم که یه شخصی بوده در ظاهر یک فردی که خودش رو تاجر معرفی میکنه، در قبل از انقلاب در نوفل لوشاتو خودش رو به بنی صدر نزدیک میکنه و پس از انقلاب هم چند بار با بنی صدر ملاقات میکنه و البته اینجا داره میگه که اون فلان همین آقای جاسوس از بنی صدر چیزی نخواسته بوده و بهش پیشنهاد پول کرده بوده، در حالی که در همون اسناد هستش که به بنی صدر صحبت میکنن و قرار میذارن، بهش میگه من یه مقدار پولی دارم، میخوام سرمایه گذاری بکنم، میترسم در ایران از دست بدم این پول رو، شما اقتصاددانید، این کشور رو میشناسید، به هر حال نفوذ دارید، شما به من مشاوره بدید و در هر بار مشاوره این پول رو دریافت بکنید. البته این یکی از شگردهای سرویس های جاسوسی برای جذب افرادی که آلوده شون بکنه، ولی به بنی صدر هیچگاه نگفته بوده که من جاسوسم. و البته این قضیه هم که هیچ وقت دیگه ادامه دار نمیشه. چرا؟ چون که سفارت رو اشغال میکنن و اصلا قضیه کلن کنسل میشه. اما تا به این جای کار کل این موردی که به این بنی صدر اطلاق جاسوسی میداد امثال دهنمکی، به خاطر همین اسنادی هستش که کلشو من بهتون نشون دادم، یعنی بیشتر از این نبود. استیلوروان، بنی صدر، اون جاسوس در قامت یک تاجر و پیشنهاد کار برای فعالیت اقتصادی، همش همین بوده. بریم باقی این مستند رو ببینیم. خب یه سلسله مراتبی تعریف کرده بودیم برای اسناد و انتشار اسناد و اینا. ما تو کشف و ترجمه اسناد بودیم. می‌دونیم به این سلسله مراتب، در بالا این سلسله مراتب جناب آقای موسوی خوینی ها بودن که تصمیم می‌گرفتن چه چیزی علنی بشه، چه چیزی علنی بشه. با هر گونه وابستگی به هر قدرتی عمیقاً و به شکل بنیادی در تضاد. حالتاً آقای موسوی خوینی ها تصمیم گرفتن که اسنادی که در رابطه با بنی صدر هستش منتشر نشه، باید از ایشون سوال بشه، چرا؟ مثلا به خاطر اینکه اسم صریح توش نیست و هر دلیل. ایشون اعتقاد داشتن که اینها کافی نیست برای اینکه آقای بنی صدر رو متهم بکنید به اینکه همکاری کرده با خارجی ها. با عدم انتشار اسناد مربوط به بنی صدر، او توانست در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود. در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی
و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشند. خب دوستان خسته نباشید، تا به اینجای کار اون قسمت هایی که به بحث ما مربوط میشد رو در این مستند و در این مستند به ما کمک میکرد رو با هم دیگه دیدیم. متوجه شدیم پس فلان تاجری اومده و یه همچین پیشنهادی داده بود و اصلا قضیه هم که به هر حال کلا کنسل شده بوده به خاطر اینکه حالا سفارت رو هم اشغال کردن. البته در این مورد من قابل سوال هستش، قابل پرسش هستش. من یه سری حدسای البته میزنم در مورد شخص موسوی خوبینی ها. این رو درست میگه که اگر این همین استاد با این که الان که نگاه میکنیم نه سندی هستش که اثبات بکنه که مرحوم بنی صدر جاسوس بوده یا با CIA ارتباط داشته یا دوستاش کمک بکنه و اینها، ولی به هر حال همین قدرم اگر منتشر میشد در فضای انقلابی اون موقع باعث میشد که به سرنوشت امثال مرحوم عباس امیر انتظام هم شاید دوچار میشد. اما این که چرا موسوی خمینی ها جلوش رو میگیره و اینها، من خودم یه سری حدسایی میزنم ولی به هر حال یه تحلیل خودم رو و تحلیل شخصی خودم رو نمیخوام داخل این داستان بکنم. ولی این قضیه رو درست گفتن که اگر واقعا اگر این قضیه پخش میشد قبل از انتخابات ریاست جمهوری باعث میشد که ایشون رأی نیاره. برای حسن ختام ماجرا هم میریم صحبت یکی از افرادی که نقش خیلی مهم و پررنگی داشته در اشغال سفارت آمریکا و در جمع آوری این اسناد که از سفارت آمریکا به حال در میارن اون دانشجویان و چاپ میکنن در آینده، یعنی ابراهیم اصغرزاده. با هم دیگه میشنویم و این سوال رو، یعنی اتهام جاسوسی بنی صدر با توجه به اسناد سفارت آمریکا رو ازش میپرسیم. بریم ببینیم. نیست. ولی در مورد آقای بنی صدر، آقای بنی صدر سندی در سفارت امریکا که دال بر جاسوس بودن یا همکاری او با امریکا بود وجود نداشت. نشون میداد که آقای بنی صدر در پاریس وقتی کنار امام بود یک نفر به او نزدیک میشه که این یک نفر بازرگانه، خودشو معرفی میکنه که من بازرگانم. خب آقای بنی صدر، آقای یزدی، آقای قطب‌زاده، اینا کسانی بودن که سالهای سال در خارج از کشور درس خونده بودن، با خیلی چهرهای سیاسی بین‌المللی ارتباط داشتن. این بازرگان به آقای بنی صدر میگه که من میخوام تحلیل تو رو داشته باشم. بعدن آقای بنی صدر که میاد ایران، خب شخصیتی است، حراف، نویسنده است، روزنامه داره، حرف میزنه، ایده میپردازه، تو محافل روشنفکری سری تو سرها داره و اینا، تبدیل میشه به کاندیدای ریاست جمهوری. وقتی ما اسناد به دستمون رسید متوجه شدیم که اون شخصی که تو پاریس به ایشون نزدیک شده بعد از انقلاب هم اومده و توی تهران با ایشون ملاقات کرده و گفته که باز هم به عنوان بازرگان که من میخوام ببینم تو ایران بازار مارکتینگ چه سیری خواهد داشت و اطلاعاتی رو راجبه اینکه ما چه کارهایی میتونیم به لحاظ اقتصادی بکنیم. خودش رو افشا نکرده. بعد ما تو اسناد سفارت پی بردیم که این بازرگان فرانسوی، درسته؟ نه، امریکایی بود. امریکایی بود؟ بله. این بعد تو وقتی بازرگان امریکایی مقیم فرانسه تا اونجا مقیم شاید. ولی چیزی که بود بعدن تو اسناد ما پی بردیم که این وابسته به سازمان سیا بوده، جاسوس بوده. ولی آقای بنی صدر اصلا خبر نداشت روحش از اینکه این بازرگان جاسوس سازمان سیاست. بعدم اون پیشنهاد کرده بود در مقابل هر تحلیل تو من یه مبلغی بهت میدم. هیچ سندی ما پیدا نکردیم که آقای بنی صدر پولی گرفته باشه. خب دوستان خسته نباشید، به پایان این ویدیو رسیدیم. من فکر میکنم به اندازه کافی گویا بود و اون دوستانی که میخواستن بفهمن کل ماجرا چی بود و تصمیم گیری و تحلیلی هم اصلا نداشت و اون کسایی هم که صحبت می‌کردن با تکیه بر اسنادی که وجود داشت. و خوبی این داستان هم این بود که اکثرا طیف طرفدار حکومت هم در این مستند صحبت می‌کردن و نمیشه این دیگه اتهامو بزنید که به یک طرفه به قاضی رفته بودیم و خیلی روشن داستان. من باز هم تحلیل شخصی خودم رو نمیارم الان اینجا و به خودتون میسپارم. توی کامنت‌ها نظراتتون رو بگید بهم و با هم دیگه صحبت می‌کنیم و امیدوارم که مورد استفاده شما واقع شده باشه. فقط
در پایان بگم که همونطوری که بارها عرض کردم، شخص موسوی خوینی ها به عنوان یکی از مرموزترین افرادی که در تاریخ انقلاب وجود داره باید بیشتر از اینها بهش پرداخته بشه، چون در مهمترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی نقش داشته، نقش ایفا کرده و همیشه ردپایی ازش بوده و امثال همین اصغرزاده هم که الان دارن این صحبت ها رو میکنن، در اون موقع کسی نبود که جلوشون رو بگیره که این بلا رو سر مردم نیارن، به اون سفارت حمله نکنن و این گرفتاری ها رو 42-43 سال به پای ملت ایران مثل قل و زنجیر نبندن. دم همتون گرم، خیلی مخلصم، مراقب خودتون باشید، پاینده ایران، بدرود.